سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و برنامه چشمنداز های دیگر. با تغییر روزبه هستیم درباره سرمایه‌داری، بحران‌های مداوم آن و خصوصا در دوره اضطرار کنونی گفتگو میکنیم. سلام بر شما تغییر روزبه عزیز. منم همینطور به خودت و بینندگان عزیز سلام دارم. کنفرانس گلاسگو زیست محیطی از یک اضطرار کنونی ناگزیر جهان ما در ارتباط با مسائل زیست محیطی صحبت کرد، از جهانی که در واقع داریم با مرگش روبرو میشیم، از یک انقراض صحبت کردن، از دوره چالش‌های بزرگی صحبت کردن که در مقابل جهان ماست، از گرما گش زمین، از بحران‌هایی که مدام در حال افزایشه و از این سیری ناپذیری سرمایه‌داری و نظام‌های کنونی که مدام استثمار هرچه وحشتناک‌تر طبیعت، انسان و حیوان رو در واقع در مقابل دارن. بر کنار از بحران‌های بزرگ سرمایه‌داری که از 1857 1870 1907 1920 1930 سرمایه‌داری بحران‌های متعدد و ادواری مختلفی رو تجربه کرد، اما هیچ موقع بحرانی مثل این بحران دائمی رو ما شاهد نبودیم. علی‌رغم تزریق هزاران میلیارد دلار به در واقع به نظام سرمایه، به نظام مالی، ما می‌بینیم بحران 2008 همینجوری تا کنون ادامه داشته و مدام این بحران افزوده میشه و ما شاهد کاهش بحران نبودیم. این گسترش بحران از حالا به یک منطقه یا یک کشور هم محدود نمیشه، ایالات متحده نیست، بلکه سراسر جهان همونجوری که جهانی هست با بحران جهانی مواجهه. بحران زیست محیطی، بحران گرسنگی، بحران بیکاری، بحران‌های مالی، بحران متناقضی که ما رو در یک جای در واقع به سقوط اجتناب ناپذیر به اصطلاح این نظام بکشونه. این رو شما چطور می‌بینید؟ آیا این در واقع اضطرار چقدر واقعی هست و چقدر در واقع میشه گفت که مخصوص فقط به این دوران هست؟ این رو شما چگونه تفسیر میکنید؟ ببینید، الان واقعیت اینه که بحرانی که ما باش مواجه هستیم جهان امروز، خب وارد یک نقطه عطفی شده که همه در صحبت، در سخن تقریبا، البته جامعه جهانی دو شکافه، بخشی هستن منکر بحیط زیست و بحرانش هستن، اونا رو منظورم نیست، ولی بخشهایی از جامعه از جمله خود بخشن سرمایه داری در لفظ میپذیرن که وضعیت غیر عادیه، بحران حاکمه، ولی خب راحل هایی که راه میدن شکاف عظیمی از بین همین صحبت های ظاهری و برنامه هایی که راه میدن، این شکاف بزرگ وجود داره که نشان دهنده اینه که اصل قضیه مورد پذیرش نیست. در این رابطه خوبه که عنوان مثلا مطلع بحث از دیوید هاروی اشاره بکنم که به هر حال یک متفکر و فیلسوف مارکسیست شناخته شده است دیگه، آمریکا کتاب‌هاش در مورد محیط شهر فلان و آشنایی‌هایی که به مارکس و به اصطلاح متون کلاسیک داره، همه اینا خب می‌دونیم. در همین رابطه مطالبی یک نکته‌ای رو مطرح کرد تو نوشته‌ای، مقاله‌ای در مورد این بحران زیست و اضطرار. جالب بود از این فیلسوف که با این همه سوابق شناخت و درجه علمی و به هر حال کارهایی که کرده، اومد گفتش که بعض موقع یه حادثه های کوچیکی اتفاق میفته، موضوعات کوچیکی ذهن آدم رو زیر رو میکنه، یعنی توازنش هم خیلی جالبه، ذهن آدم اصلا زیر رو میکنه، نگاه به جهان، نگاه به گذشته، سنش هم بالاست، تمام اون گذشته ها مال 60 سال پیش همه تو برنامه هاش، صحبت هاش، از گزارش هاش، یعنی من میگم خدمتش اینطوریه. این مطرح کرد که اخیرا یه دونه نموداری خوندم همین 3-4 ماه اخیر، اصلا منو زیر رو کرد، این جملاتو میگه،
کلم سود کشید. اصلا دیدم که نگاه هم همه چیزم نسبت تا حالا باید عوض بشه نسبت به محیط زیست. جز به کسانی بودم که قبول نداشتم که اون صحبت های آخر زمان رو که نمیدونم ضربه هست میاد فلان فاجعه اتفاق میفته باید یه تغییرات صورت بگیره فلان بگیره جزئی مثلا از نظر اینا، ولی اون که مثلا همه چیز باید زیر رو بشه باید و الا فلان میشه و فلان میشه و اینا و همه اینا رو آخر زمانی میگرفتم و میگفتم مثلا این چیزهاییست که قابل اعتنا نیست. خب یه چنین فیلسوفی مثلا این حرف رو مطرح کرده، ولی بعد از اینکه نمودار رو دیده، این نمودار هم چی بوده؟ خلاصش اینه، حالا مقاله رو میتونن دوستان رو فاها همه بخونن، جالبه ببینیم دهاز از جنبه هایی که اون داره مثلا میگه چگونه یک حادثه یک جزئیاتی منو زیر رو کرد فکرم و ذهنم و از این زاویه جالبه، چون ما هم عادت داریم کلیشه های گذشته تو ما نشست کردند، منشوری که تو چشممون است ناخودآگاه هستن یا آگاهانه یا غیر آگاه که اون من غیر آگاه هستن از اون به جهان نگاه میکنیم، مثلا نسل‌های گذشته که با این جهان اخت شدن با همین مصرف زندگی گذشته برایشون مشکل این سخن که بگیم که شناخت جهان یا درک جهان به مثابه وضعیت استقرار زیر رو میکنه و باید زیر رو کنه همه اون پنداشته ها رو چارچوب ها رو با مفاهیم جدید با افق‌های جدید با مسائل جدید که دیروزی نیستن امروزی هستند مواجه هستند. خب این دیوید هاروی یک نمونه درخشان است که مورد وثوق و اعتماد خیلی از چپام هست که مطرح میکنه، میگه که این آمار این در واقع نموداری که دیدم نمودار علمی که براش خیلی مهم بوده گفت 800 هزار سال در واقع غلظت کربن بررسی شده لحاظ آمارهای تاریخی خیلی زمان طولانی است. بعد جالب اینه که این تمام این نوسانهایی که کربن داشته تا مثلا بین 150 تا 300 میلیون واحد بوده در مثلا 300 و 150 بین اینها بوده، هیچ کدوم به 300 هم نمیرسیده بین اینها بوده در طول این زمان، اون درجه و شاخصی که بر کربن اندازه گیری میکنند اون توهای علمی این بوده، ولی بعد 1960 رسیده به 300، یه دفعه یه جهشی کرده یعنی دیگه مرزش 300 مونده که خب بشر خیلی پیشرفت کرده از تکنولوژی و تولید و نوع زیست و شینا. بعد از 1960 60 سال به این ور به 400 رسیده که جهش وحشتناکیه. همین آمارها این ذهن من رو دگرگون کرده و متوجه شدم که اولا اون استراری که صحبت می شد، البته نه با اون بیانی که سخنگویان بعضی ها ازش نتیجه می گیرن برای دو قطبی کردن بین سیستم و استرار به عنوان ترس یک فاجعه‌ای که همه رو حول خودشون جمع کنن دوباره همین وضعیت ادامه بدن، یه جبهه‌ای در واقع زیر چتر هژمونی خودشون، از این واژه هم سوء استفاده شده. این واقعیتیه که بدبین بوده دیوید هاروی به درستی، اون تا در این حال یه محتوای واقعی هم امروز داشته و داره. حالا اونا به یک زبان خاص خودشون که میخوان ازش بهره برداری خاص خودشون کنن، مثلا بوریس جانسون هم اومد از همین صحبت کرد تو همین سخنرانی هاش، همین مسئول به هر تمام این فاجعه‌ش هم بوریس جانسون دیگه هیچ فرقی پیش از سرمایه‌داری که تولید کربن کرده خود این مثلا انگلستان دیگه از جمله مثلا اون هم صحبت کرده همین از آخر زمان از این که نمیدونم داریم نابود میشیم از اون واژگان اینطوری هم استفاده کرده و میکردند، متا اینا هدف های دیگه برنامه های دیگه دارن کار به اون ندارن، ولی مسئله این استش که این دیوید هاروی در واقع از این مسئله به این نتیجه میرسید که قبلا اینا مبالغه و بی خود و هدف های دیگه دارن و همین دلیل، ولی وقتی این آمارها رو خونده میگه که الان اصلا مشکل ما فقط این نیست که غلظت کربن رو بعد از این کنترل کنیم، بلکه اونقدر انباشته شده که همون هم بمونن، ما امروز صفر هم بکنیم به فرض اون یخها اون گرمایش اون فاجعه ادامه خواهد داشت. بعد نور بحث کرده خودشم خب مسلط از اطلاعات وسیع داره نسبت مثلا به ذوب شدن یخهای شمالی و چگونه چه عوارضی داره و چگونه گاز متان تولید میکنه که همین گاز کربونیک هم بدتر از اونه این متان و چجوری تشدید میشن متقابل، همه اینا براش خوب مطرحه، اطلاعاتش هم اجازه میده این کارا رو، ولی
برای اون چی که محرزه متوجه شده که این وضعیت اضطراری پس واقعیه، منطقه نه به زبان اونها و زیر رو محیط زیست حساس بود، منطقه در حد نرمال، یعنی در حد چارچوبه که بقیه مسائل وجود دارن، مثلا باید در شهر هم اینا رو توجه کرد فلان غیر و اینا، ولی حالا اصلا دیگه وضعیت اضطرار پذیرفت. پس برم وضعیت اضطرار در که جهان مساوی اضطرار بسیار پیامد داره، زیرگون میکنه. یعنی شما وقتی اضطرار میپذیرید به فرض به عنوان یک گزاره اصلی که زیرگزاره های متعددی داره، این به معنی این استش که شما با وضعیت عادی مواجه نیستید، با اقدامات و مثلا برنامه های غیرعادی میشه به وضعیت اضطراری مقابله کرد. و بعد اینکه آیا این سیستم اصلا میپذیره این وضعیت اضطرار رو، نه. در آستانه این کاپ 26 خیلی مهمه این ماجرا، یا حادثه است، یا حادثه بزرگیه در دانش، در مثلا منظومه علوم بشر حساسیتش. 11,000 دانشمند بیانیه دادند، امضا کردند که چرا وضعیت اضطراری است و چرا ما باید واقعیت تلخ و همونطور که هست وظیفه‌مون رو به عنوان پژوهشگر بیان کنیم به جامعه، به جهان، و فاجعه در حال وقوع. اینا رو دانشمندان دارم، یعنی کلمات مبالغه آسا شده دیگه چپ‌ها یا آدمایی که خیلی مثلا واژگان انتزاعی تاکید میکنن نیست، اونا خیلی با احتیاط این کلمات به کار میگیرن. بحران وجودی سرمایه داری است، بحران وجودی بشر، جامعه، اونا نمیگن رو سرمایه داری. حالا اون بحثیست که ما باید بکنیم، ولی منظورم شورش نابودی بقا صحبت میکنن. یعنی خود چیز در واقع فعالان محیط زیست از شورش نابودی بقا صحبت میکنن و از این صحبت میکنن که بحران اقلیمی در واقع یک بحران منطقه‌ای نیست، بحران بسیار بسیار بزرگ جهانیه که داره روز به روز هم سرعت میگیره. شما نگاه کنید مثلا میبینید که فقط مسئله زغال سنگ به قول شما نیست، کربن فقط نیست، چیزای بسیار بسیار مهمیه که مستقیم ربط داره. مثلا همین میگن که اگه همین برفای چیز یخ و برفی که در قطب شمال هست از بین بره تا حد زیادی 25 تا 40 درصد دمای بسیار وحشتناکی، 25 تا 40 درصد امکان داره بها این جهان بالا بره و بسیار بسیار خطرناک هم است. نه فقط یک قسمت بزرگی از زمین زیر آب میره، بلکه بسیاری از مناطق کاملا در خشکسالی های بزرگ روبرو میشن. یعنی خود این بحران دقیقا ربط داره به مسئله رشد. اگه مثلا رشد سرمایه داری، مثلا به خاطر همین هم هست مثلا هندی ها و در واقع هند و چین و بسیاری مثلا ایران و یه سری از این کشورها که توی کنفرانس گلاسگو شرکت کرده بودن، دقیقا مسئله استفاده از این منابع فسیلی رو ربط دادن به مسئله رشد اقتصادی و گفتن ما به خاطر فقر باید این کارو بکنیم. و جالب اینه شما به درستی هم گفتید، در وقتی از هاروی صحبت میگه، میگه اصلا کل جهان میره، قیمت کالاها که اصلا قیمت مواد غذایی وحشتناک بالا رفته، جمعیت از یه بر خیلی خیلی گسترش پیدا کرده، افزایش جمعیت، افزایش درخواست ها برای مواد غذایی، نوع چیز به خاطر هم و کمبود مواد غذایی و این گرمایش باعث میشه که از این طرف ما با کاهش مواد محصولات کشاورزی رو برویم به خاطر گرمایش زمین و بسیاری از مناطق دیگه نمیتونن تولید کشاورزی معینی داشته باشن. از یه ور یه سری قسمت ها میره زیر آب، از یه ور جمعیت در حال افزایشه. توی این تناقض وحشتناکی که هست ما میبینیم که همه چی داره از دست میره دیگه به طور واقعی. خب راه حل ببینید، حالا این دانشمندان وقتی صحبتهایی میکنن، من تأکیدم بر این خاطر این بود که از زبان اونها دارم میگم، اونها تمام پیامشون اینه که باید وضعیت اضطراری به رسمیت شناخته بشه. اصلا هنوز مسئله حل نشده، پس من باید خود این مسئله باید روشن بشه. چون هنوز با یه حرف شما نمیتونید ذهنها رو از هانو متوجه کنید، یه دفعه بگید درک جهان
از اصرار دیگه تمام شد. این حرفا نیست که، این خودش باید جا بیفته، بحث بشه، روشن بشه ابعادش برای جهان. این دانشمندان پیامی که دادن گفتن به رسمیت شناخته بشه اصلا این بحثشونه. شما اینکه سازمان ملل اومد، دبیر کل اومد گفت، پیشنهاد کرد به رسمیت شناخته بشه، منتها آیا به رسمیت شناخته شد؟ نه، به رسمیت شناخته نمیشه اصلا. معضل الان قبل از اینکه ما اصلا بگیم راه حل چه هست، راه حل از این میگذره. خب مشکل هم اینا، راه حل بخوا پیدا کنی، اولینی که اونایی که اربابان جهانن، قدرت جهانن، ثروت جهانن، بهشتای مالیاتی اونجاست، اونها تصمیم گیران هستند. میدونی ده ها هزار نفر اونجا شرکت کننده بودن، اون جنبش ها که توش نبودن، که اونجا بیرون شعار میدادن که قدرت اینجاست نه در اونجا. قدرت اجتماعی، کارگران، زحمتکشان، جوانان، اینا رو راه نمیدادن که، چون تصمیم گیران اینا نیستن. اونا اگرم شانتیونی یعنی نمایشی ممکنه دوتا فعال زیست محیط هم ببرن اونجا، ولی اونا فقط به خاطر اینی که به اونا یه گزارشی بدن و جستی و اینا مثلا براشون بگن که ما بله اینا رو هم داریم، ولی اساسا اینا اونجا تصمیم گیر نیستن، وجود ندارن. و همین دلیل که در بیرون از اون زندگی نبضش میزنه، باید تصمیمات جای دیگه گرفته بشه، منتقل بشه. این کاپ 26 نشون داد که اولا اینکه استعاره رو به رسمیت نمیشناسن. خود سازمان ملل اینو گفت، حتی متاسفانه و حداقل هایی هم که اینو پیشنهاد کردن نپذیرفته شد، گذاشته شد شناور به طول زمان به خود کشورها تصمیم بگیرن. بعد همینطور معلوم شد که در بالا در واقع این مسئله استقرار به معنی یک وضعیت عادی هست، نه به وضعیت استثناء به معنی خودش، که مثلا فکر کنن که مثلا دو سال دیگه، یه سال دیگه مثل بحران‌های ادواری تمام میشه. نه، این ادامه داره. یعنی اینجا روشن شد که این بحثا، آمارها، زندگی، زمانی که تعیین میکردن، سررسیدی که برمی داشتن که درست بشه و اینا و خیلی شروط دیگه، معلوم شده که این حالا با بشر با این بحران سر کار داره. اون چیزی که دیوید هاروی میگه، فقط میگه اصلا تشدید بحران یک مسئله است که جلوشو بگیریم. مشکل اینه که ما اینقدر تولید کردیم اونجا انباشته شد، باید تخلیه کنیم، چون این وضعیت اصلا ادامه پیدا میکنه، جلوش نمیشه گرفت. ولی اینکه همه چیز درست بشه که اصلا درست بشه نیست، چون اینکه اصلا یه دفعه شما نمیتونید سیستم نظام. بعد این دانشمندان وقتی صحبت کردیم، این پژوهشگران مطرح میکنن، درست از محیط زیست شروع میکنن، اونا ضد سرمایه‌داری هم نیستن، من اینجا مثلا نمیخوام از اونها خرجی بکنیم در این رابطه، ولی حرفایی که میزنن لازم نیست خودشون ضد سرمایه‌داری باشن. حرفایی که میزنند خودش بیانگر واقعیت سیستم هست. کما اینکه اونجا مثلا مطرح میکنن خطرات و مثلا رشد جمعیت رو مطرح میکنن، طیور و حیوانات رو مطرح میکنن که با این ابعاد نمیشه، جنگل سوزی و فلان اینا که برای کشاورزی که فرسایش پیدا کرده همه اینا رو مطرح میکنن و بعد خیلی زیادی، از جمله تولید ناخالص ملی، تولید ناخالص که این دیگه در واقع چی میگن، این نبض و همه چیز سرمایه‌داریه دیگه. هر سال برنامه میذارن براش تولیدشون و اونا چقدر اضافه میکنن چقدر نمیکنن، همه اینا اگر نکنن چگونه سرنگون میشن یا عوض میشن، همه اینا. پس بنابراین تولید ناخالص ملی که از خطرها که اونا اشاره میکنن، دانشمندان اینا زبان دانشمند خوب از زبان چپ ها فلان همیشه اینا گفته شده، کسی گوش نمیکنه. دانشمندان پس اومدن مطرح کردن که تولید ناخالص ملی رو مثلا کاهش داد موقعی که مثلا سیستم بر نیازها رو حل کنه. مثلا توی چین میگه مثلا توی 1990 در واقع چی شده، 1990 تو فقط دهه 1990 در چین در چیز در مصرف سیمانش میگه فقط ظرف 2.5 سال 45% بیش از کل سیمان که ایالات متحده در طول 100 سال مصرف کرده بود رو مصرف کرده. و میگه خود این باعث شده خب توده کربن دی اکسید موجود در فضا چنان افزایش پیدا کنه که اصلا قبلش قابل تصور نبود. ولی خب چین برای که توسعه زیرساختاش رو توسعه بده مجبور بوده، یعنی سیستم اقتصادیش رو مجبور کرده که از این مجموعه به شکل وحشتناک استفاده کنه، زیرساختهایی رو سامان بده که بتونه
برای اون به اصطلاح کارخانه بزرگ جهان که میخواد صادرات کل جهان رو در دست بگیره زیر بنایی ساخته باشه. و ای به خاطر همین به خاطر توسعه زیر ساختاش این کارهای اساسی رو انجام داده. و جالبش اینه که دقیقا توی 2007-2008 که این پروژه رو داشته چین استفاده میکرده، جهان سرمایه داری خصوصا ایالات متحده وارد اون بحران بزرگ مالیش میشه و دقیقا به واسطه این توسعه گسترش در چین بوده سرمایه‌داری جهانی نجات پیدا میکنه. یعنی که نشون میده که چگونه به هم در واقع تولید در حال تولید ناخالص، حالا درسته مثلا هند هم همینطوریه، ایران هم در حد خودش هفتم بوده، کشورهای مختلف در این آلایندگی سهم داشتن. حتی این دیوید هاروی میگه که خب چین این شتاب عجیب رو که تو این 50 سال 40 سال تو افتاده نقش چین خیلی مهم بوده، چون آمریکا در کل تاریخ انقلاب صنعتی به بعد نقش اساسی داشته، یعنی بیشترین گاز کربونی که تولید کرده فضا. ولی چین در این بین 1911 تا به بعد اول شده، یعنی از نظر تولید آلایندگی، و این هم داره سبقت میگیره. اینجا هم دیدیم اینا رو. منظورم اینه که حالا آمارهای این یا اون کشور هم خب کمک میکنه، ولی اصل قضیه اینه که جمع‌بندی میخوایم بکنیم، مسئله بر سر این هستش که این تولید ناخالص ملی که کلمه مقدسی هست جا افتاده. من فقط اینا رو میخوام بگم که استراو و کلیشه ها و اون چیزی که ما عادت کردیم مفاهیم چگونه زیر رو باید بشن و اینها مهمه الان در این بحثی که ما داریم میکنیم در این برنامه. مفاهیمی رو که باید شست رفته بدن کنار، اصلا باید تراشیده بشن و مفاهیمی دیگه ای که جایگزین بشن. این مشخصه های استرار چه هست از در شما غیر از مسئله همیشه استرار زیست محیطی بحرانی که الان هست، چه استرار دیگری هست که مشخصی بحران کنونیه؟ ببین این استرار وقتی صحبت میکنیم کل جهان و تمام مؤلفه هاش هستش. این محیط زیست در واقع باستاب این مسئله هستش. به نظر من یک مسئله اینجا وجود داره، اون مسئله این هستش که خود این بحران وقتی صحبتشو میکنیم یک بعدی نیست. البته سرمایه داری، زمامداران، کار به دستان، اینها میخوان یک بعدی بکنن و یک بعدی هم میکنن، کارشون اینه. چون نکنن نمیتونن پاسخگو بشن و نمیتونن افکار و امور زیر چتر خودشون جمع کنن. این واقعیتیه. به همین دلیل همه اون آخر زمانه هم گفتم این وجهش به خاطر اینه، ولی نه، واقعیت اینه که شما وقتی از محیط زیست استرار صحبت میکنید میرسید به تولید ناخالص. تولید ناخالص یعنی چی؟ میرسید به مناسبات اقتصادی، میرسید به تولید، به اقتصاد. پس بنابراین اینجا مسئله اقتصاده، این یک بودشه. یعنی شما بعد طبیعت رو میبینید که این آمارها میگن، دانشمندان میگن، همه اینا میگن، ولی میبینید بعد اقتصادی هم پس داره. یعنی بعد نحوه تولید اقتصادی که همین دانشمندان، باز ما نتونستیم همه رو بگیم، اونا مثلا از مصرف، جنون مصرف، منتها جنون مصرف رو نمیگن، این واژه‌ای که مصرف زیادی افراطی که چه بلایی به سر میاره و چگونه آمریکا مثلا به تنهایی اگر بخواد نوع مصرفش امروز مدل قرار بگیره، هم دانشمندان میگن 5 برابر کره زمین باید 5 تا سیاره داشته باشه با همین وضع موجود. حالا آینده هرچی بالا بره این تولید کاری نداریم. بس بنابراین اگر جهان بخواد مثلا به آمریکا برسه، این آمال ما بوده دیگه، آمال بشر بوده که همه برسن به اونجا، اصلا این کره زمین پاسخ نمیده با همین تکنولوژی ها. پس بنابراین 5 برابر باید بشه. این مسئله نشون میده که مسئله مثل محدودیت های زمین، مشکلاتی که بشر داره، معادن و منابعی که محدودیت دارن، سیاره دیگه دهکده میگیم، یعنی همین دیگه، فشرده شده با این اشتهای بشر در تضاد قرار گرفته. سرمایه داری چیه در تضاد قرار گرفته؟ سرمایه داری بیان این اشتهای بشره، اصلا نوع مدلش، دامن زدنش، مصرفش، تولیدش، دستاندازیش به همه جا. پس بنابراین در تضاد آنتاگونیستی با طبیعت قرار گرفتیم. این یک بچه، یک بچه که این اقتصاد هستش که تولید میکنه و این دستکاری میکنه، کالا میکنه، مصرف میکنه و
بنابراین یک بچه هم اقتصادی است که مسکوت میمونه، یک بچه هم قدرت سیاسی است. یعنی جامعه انسان هر لحظه سه تا مؤلفه داره، هر لحظه شما بذارید عینیه، مستقل از زمان و مکان در طول تاریخ. یکیش با طبیعت، شما هر کاری بخواید بکنید انسان با طبیعت سر کار داره، از طریق تولید، چون انسان اجتماعی تولید میشه، از طریق تولید با طبیعت سر کار پیدا میکنه. یک با اقتصاد، با همین مسئله که معیشت و زندگی و فلان داریم میبینیم مصرف میخواد بکنه سر کار داره. یکی هم این که با مناسبات قدرت، یعنی اداره و نوع جامعه که تمشیت میده، نگاه سرسامان میده، هدایت میکنه، ساز، همه اینا دیگه، چون جامعه پیچیده است و احتیاج داره به هدایت، کنترل، برنامه ریزی فلان، این قدرت دولت به وجود میاد که اینا رو سازمان بده و تهدیدات و خیلی مسائل دیگه تو جامعه. پس بنابراین سه تا مؤلفه داریم همواره با هم گره خورده هستن. در شرایطی ممکنه یکیش حاد بشه، یکیش کمتر مثلا حاد بشه ظاهرا، ولی هیچ کدوم از اینها به تنهایی نمیتونن وجود داشته باشن و وجود ندارن، همواره با هم گره خوردن، همدیگر تشدید میکنن. سه تا مؤلفه هستن. به اینجاست که مسئله بحران سیاسی فقط یک وجه از این بحران بیان میکنه، اقتصاد هم وجه دیگهش بیان میکنه که به صورت همین مناسبات کلان در اومده که الان خود گزارش هایی که آکسفام میده، یا 11,000 دانشمند ارائه دادن، یا 50 دانشمند قبلا هم گزارش دادن، گزارش های بسیار زیادی هم قبلا داده شده که چگونه ثروت و مثل نوع تولید کربن و غارت گره خورده با اینا، یعنی شکاف جامعه طبقاتی. همینطور که گفتم مثلا آمریکا رو شما نگاه کنید، 30 برابر هند مصرف داره، همین هند کنونی ها. خب خود هند و چین چرا این مسئله رو مطرح میکنن؟ اینم به خاطر اینکه سرمایه داری ناموزون رقابت هست توش، و این فقط امروز و فردا نیست که امروز مثلا ما عابد و زاهد بشیم، حالا هندم فلان، بعد خب بقیه کشورها میان، چون سطوح متفاوتی از توسعه وجود داره دیگه، فرق وجود داره. همواره سعی میکنن دست پا بزنن بیان جلو، خودشونو به سر برسونن به صحنه رفاه فلان، تولیدات، معادن، همه اینا رو فعالیت بهش بدن. پس بنابراین خود این مسئله ای که همین کاپ بسیج نشون داد، وقتی میگیم یک برشی از نظام و سیمای سرمایه‌داری، همین چین و هند و غیره که مثلا زمان پنجره نمیپذیرفتن، زغال سنگ هم حتی تا مدت ها ادامه خواهند داشت. این مسئله حتی آمریکا رو میگم، آمریکا درسته از خیلی تکنولوژی ها رفته جلو فلان، ولی مثلا بنزین و سوخت و گاز و در آمریکا اصلا اولین تولید کننده جهانه در این مورد، همین 7-8 سال اخیر شده، چون قبلا هم بزرگترین مصرف کننده بود ولی تولید کننده نبود هنوز، به دلیل همین مثلا چیزهای تکنولوژی های جدید نفتشیل و غیره و اینها و گاز تولیدات تکنولوژی جدید، آمریکا تونست اولین تولید کنه. ببین خود آمریکا یعنی در اوجش متا با تکنولوژی های دیگه، در همین فسیل، سوخت فسیلی، نه فقط زغال، البته فسیلی معنی نفت و گاز و همه اینا اوله، یعنی زده جه. بنابراین اینا در 20 سال، خب اینا در همین دانشمندان این گزارش میدن که چگونه در عرض این فاصله هایی که اتفاق افتاده، چون بارها الان 40 سال این محیط زیست اهمیتش کاغذ روشن شده، براش نشست گذاشتن، سمینارها گذاشتن، از قبل تر هم بوده تا این موقع نشست های متعدد گذاشتن، مثلا هنوز چیه درست برعکس شده. البته یه دوره خب اینا گزارش ها اینطوری هستش که کنترل شده، جنگل های کمتر شده بود، ولی سرمایه‌داری وقتی دوچار بحران میشه یا نئولیبرالیسم تاخت و تاز شروع میکنه، معکوس میشه دوباره جریان. پس به این در این دوره جمع‌بندی که بتونیم از این گفتگوی امروزمون داشته باشیم اینه که واقعیت این دوره اضطرار دوره واقعیه، ولی یه دوره‌ایه که میشه گفت که فقط به این دوره بسته میکنه، بسیاری از جنبه‌های مختلف رو داره و خصوصا این تغییرات در واقع، تغییر آب و هوا و مشکلات در واقع زیست محیطی، جنبه های از بحران رو نشون میده، کل بحران رو نشون نمیده. در این حال ما شاهدیم که این توسعه اقتصادی که کشورها، همه کشورها در مقابل دارن که یک توسعه سرمایه داریه، بدون
افزایش این چیزای کربنی و سوختهای فسیلی تاریخ کشورهای به اصطلاح پیشرفته سرمایه‌داری نشون داد 100 سال از طریق افزایش استثمار طبیعی این سوختهای فسیلی ممکن شده و الان هم کشورهای مثل هند و چین و ترکیه و برزیل و اینا که در واقع این جریان رو سامان میدن دقیقا همون راه رفته ای رو در واقع دارن طی میکنن که کشورهای پیشرفته طی کردن، اما با یه سرعت بیشتر و قطعا تغییرات وحشتناکتری در زیست بوم جهان ما. در این حال ما از او ور شما به مسئله مصرف اشاره کردید، گسترش در واقع مصرفگرایی، نوع مصرف و نوع رقابت، رقابت بین کشورهای سرمایه‌داری دقیقا تشدید میکنه این بحران جهانی زیست محیطی رو و بر در واقع تعمیق میکنه اضطرار جهان ما رو برای یک تغییر، برای تغییری که در واقع بدون یعنی یک توسعه اقتصادی رو باید ممکن کنن که شدت این کربن و سوختهای فسیلی هرچی بیشتر کاهش پیدا بکنه. اما متاسفانه کنفرانس های متعدد سران نشون داد که راه حلی در این رابطه در واقع نیست، در واقع حرف های زیبا زده میشه اما بدون این که به مشکلی که اصلی که در مقابل هست رشد سر کاملا خوبه بس. یعنی جنبندی هست. ما تا از اضطرار وقتی صحبت کردیم دو تا سوال که دفعه فرصت دیگه میخواد، یکی مسئله این استش که اضطرار وقتی صحبت میکنیم دیگه با گام های عادی نمیشه، این نتیجه رو میخوام بگیرم، یک. دو، این اضطرار از کجا اومده، اصلا چرا به اینجا رسیده بشر، چرا باید میرسید، این چون بیلان خروجی تا کنونیه و چی شده، چرا بشر به اینجا رسیده، یعنی به فاجعه داره نزدیک میکنه خودش. به قول همین دانشمندان دیوید هاروی و همه، پس بنابراین این کانونی بشه روی این مسائل، روی کانون. دقیقا اون چیزی که نشون داده حداقل ما به حرف روزا میرسیم که در واقع سوسیالیسم یا بربریت، این رایی که جهان ما داره میره، رشد، تشدید رقابت های تسلیحاتی اقتصادی و به اصطلاح نوع توسعه اقتصادی، راهی جز بربریت نیست و در مقابلش این جنبش های اجتماعی هن که راه دیگری رو در مقابل قرار میدن که قطعا توی بحث های آینده روی اون خواهیم پرداخت. ممنون و سپاس از شما تغییر روزبه گرامی و شما بینندگان عزیز چشمنداز های دیگر که به این برنامه توجه کردید، لطف کنید نظرات و انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما بنویسید، با ما در میان بذارید، تلاش میکنیم که این نظرات و پیشنهادات شما رو در برنامه بگنجن. درود بر شما. متشکرم.